شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 28 ماه جون 2023 میلادی برابر است با 7 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. حمله ماموران حراست دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به یک دانشجو و کتک زدن او واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشت. بر اساس ویدیویی که روز دوشنبه 5 تیر ماه در رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت، در پی اعتراض چند دانشجو به رفتار یک نیروی حراست در بازرسی فیزیکی دانشجوها در جلسه امتحان، مأمور مذکور ضمن توهین به یک دانشجوی معترض، او را روی پله‌ها در حالی که امکان سقوط وجود داشت کتک می‌زند و موجب وحشت حاضران می‌شود. دانشگاه اعلام کرده که عدم تمکین دانشجو به اتفاقی ناخوشایند منجر شده است. دانشجویان دانشگاه طباطبایی در واکنش به برخورد خشن حراست و کوباندن سر یک دانشجو به پله‌های سنگی گفتند از بازداشت و تعلیق به خشونت علیه سرها روی آوردید. دانشجویان علوم اجتماعی هم این دانشگاه را پایگاه امنیتی و اطلاعیه روابط عمومی را درباره توجیه رفتار حراست باطل خواندند. در حالی که رسانه‌های مستقل از تداوم بازداشت‌ها برای تحت فشار قرار دادن مولوی عبدالحمید خبر می‌دهند، رسانه‌های حکومتی ایران ویدیویی از اعترافات اجباری فردی را پخش کردند که به تلاش برای مسموم کردن امام جمعه اهل سنت زاهدان متهم شده بود. این شهروند اهل سنت در این ویدیو مدعی می شود که بعد از بازداشت از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید و حتی خود او تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته است. هنوز دفتر مولوی عبدالحمید به این اعترافات اجباری و کنشی نشان نداده، اما پیشتر در روز 29 خرداد ماه در بیانیه‌ای بازداشت یک تن در مسجد مکی را تایید کرده و گفته بود که این فرد به برخی نهادها وابستگی دارد. در این بیانیه آمده بود که فرد مدنون اظهارات و اعترافات مختلفی کرده و این اعترافات در دست تحقیق و بررسی هستند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان اروپا و حاضران در اکران فیلم شکنجه سفید، سلول انفرادی را در زندان‌های جمهوری اسلامی ابزار شکنجه، سرکوب، اعترافات اجباری و اعدام خواند. او با اشاره به خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی افزود تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها اتفاق می‌افتد که شاهد و مدرکی نداشته باشد. نرگس محمدی روز سه‌شنبه از نمایندگان پارلمان اروپا خواست صدای مردم ایران باشند و از کنشگران، زندانیان سیاسی و عقیدتی، دانشجویان، زنان و نهادهای مدنی مستقل مردمی حمایت کنند. بر اساس اعلام حساب اینستاگرام نرگس محمدی، فیلم شکنجه سفید ساخته او با حضور نمایندگان پارلمان اروپا، اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان و نمایندگان حزب سبز آلمان و فعالان حقوق بشر ایرانی، آلمانی و فرانسوی در ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل اکران شد. هانانی من نماینده حزب سبز و از اعضای پارلمان اروپا اظهار داشت که این فیلم مستند بسیار تاثیرگذار است و شجاعت نرگس در برابر زندان، شکنجه و سلول انفرادی در طی تمام سالهای مبارزات او ستودنی است. در ادامه مرگ و میر ناشی از مصرف مشروبات الکلی سمی در ایران، امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران روز چهارشنبه 7 تیر ماه از مرگ 2 تن و نابینا شدن 2 تن دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. وی همچنین گفت که 4 تن از عاملان مسمومیت الکلی در شهرستان بهارستان دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. در روزهای اخیر فرماندار رباط کریم از مسمومیت 22 تن و مرگ 7 تن بر اثر مصرف مشروبات سمی در این شهرستان خبر داده بود و روز چهارشنبه علی زنگنه، فرمانده انتظامی رباط کریم، از بازداشت 1 تن در این رابطه خبر داد. فرمانده انتظامی رباط کریم گفت که فرد بازداشت شده صاحب یک دکه در جاده رباط کریم به پرند است که مشروبات تقلبی را در پوشش یک برند معروف ماوشعیر به مشتریانش می‌فروخته است.
منابع محلی از استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند که بر اثر درگیری و تیراندازی پلیس راهبر به شهروندان بلوچ در کلات شهرستان سرباز دو نوجوان زخمی شدند. کمپین فعالین بلوچ که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی از امروز 7 تیر ماه نوشت گفته می شود که پلیس راهبر در یک اقدام فراقانونی اقدام به جریمه و توقیف یک خودروی سواری کرده که منجر به درگیری و ترافیک شده است. در همین حال ویدیوهایی از شهر سرباز منتشر شده که نشان می دهد مردم خشمگین بلوچ به خیابان آمدند و علیه پلیس و حکومت شعار می دهند. در یکی از این ویدیوها مردم معترض خودروی پلیس راهبر را واژگون و تخریب کردند. بر اساس این گزارش هویت دو فرد زخمی شده مسعود 17 ساله و ارسلان 15 ساله عنوان شده است. بعد از تیراندازی ماموران مردم خشمگین شده و خودروی پلیس راهبر را واژگون و تخریب کردند. منابع محلی گفتند که مردم بلوچ بعد از واژگونی و تخریب خودروی پلیس راهبر به دلیل فرار 3 تن از نیروهای راهبر به فرمانداری درب ورودی این ارگان را هم تخریب کردند. مجروحان این تیراندازی به بیمارستان خاتم ایرانشهر منتقل شدند. به گفته یک کمپین فعالین بلوچ در این درگیری خودروی فرد بلوچ هم دچار حریق شده و آتش گرفته است. شامگاه دوشنبه 6 تیر ماه شهرام اقبالزاده مترجم و نویسنده شناخته شده در ایران از پایان خودخواسته زندگی فرزندش پانتا اقبالزاده خبر داد. پانتا اقبالزاده که مترجم و تصویرگر آثار کودکان بود، پیش از اقدام به خودکشی دست نوشته کوتاهی خطاب به پدرش نوشته و دلایل خود را برای پایان دادن به زندگی برشمرده است. او در این نامه که تصویرش در حساب اینستاگرام آقای اقبالزاده منتشر شده نوشته است که به خاطر وضع مملکت امید و انگیزه‌ای برای ماندن و ادامه دادن ندارد. روز سه‌شنبه هم خودکشی یک روزنامه‌نگار 39 ساله اهل دهدشت به نام علی صادقی به دلیل فقر و تنگدستی در رسانه‌ها منتشر شد. برنامه‌نگارش در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ریدیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید.
پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که مهلت 6 ماهه جمهوری اسلامی به پایان رسیده و انتظار می رود که کشورهای درگیر در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه این پرونده را به دادگاه بین المللی کیفری لاهه ارجاع بدهند. این انجمن روز چهارشنبه با انتشار بیانیه نوشت: با تمام شدن مهلت 6 ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار می رود که پرونده جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری با تلاش انجمن خانواده ها و اقدام دولت های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد بعد از 28 جون سال 2023 به دادگاه بین المللی کیفری لاهه ارجاع شود. در این بیانیه تاکید شده که اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایتش به دادگاهی بین المللی برده شود. قرار است که در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانواده ها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار شود که به صورت آنلاین از شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها پخش خواهد شد. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی که انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، انتشار این فیش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد که این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشار آن شاید تصفیه حساب از سوی نیروی اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را هم بر عهده دارد، با وجود اینکه مدعی شده فیش حقوقی او در اختیار خودش نبوده، خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او را دارند. مجلس شورای اسلامی دارای 290 کرسی است و پیشتر هم بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان جنجال برانگیز شده است. بر اساس تصویری که از فیش حقوقی شریعتی نیاسر منتشر شده، او ماهانه نزدیک به 100 میلیون تومان بابت نمایندگی مجلس دریافت می کند. و همچنین اذعان کرده که از وزارت علوم هم حقوق هیئت علمی دانشگاه را دریافت می کند. این نماینده مدعی شده که بخش عمده حقوق نمایندگیش مربوط به هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه های کار است. با این حال او پذیرفته که ابزار تفکیک نیاز فرد پرده نمایندگان به هر مورد وجود ندارد. غلامرضا تاجگردون در پی انتشار فیش حقوق نجومیش برکنار شد. همچنین این نماینده اضافه کرد که هیچ یک از نمایندگان مجاز به استفاده از مبلغ ودیعه مسکن که مجلس به آنها می‌دهد نیستند، اما مجلس ابزاری برای بررسی این موضوع هم پیش‌بینی نکرده و بررسی آن فقط تقوا سنج می‌خواهد.
دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه دو حزبی ارائه کردند که در آن بر تعهد پایدار آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و با استفاده از هر گونه ابزار ممکن تاکید شده است. این قطعنامه که به ابتکار مایکل مکال نماینده جمهوری خواه و براد شنایدر نماینده دموکرات تهیه شده، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی غیر قابل پذیرش برای امنیت منطقه و جهان خواند و بر حمایت آمریکا از آزادی عمل متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد. این قطعنامه هشدار داد که جمهوری اسلامی به غنی‌سازی 60% اورانیوم ادامه می‌دهد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در ماه ژانویه در تاسیسات پوردو آثار اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7 یافتند. این نمایندگان خاطر نشان کردند که طبق اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژانویه و اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ماه مارچ، جمهوری اسلامی سوخت هسته‌ای کافی برای ساخت بمب اتم را در اختیار دارد. این قطعنامه افزود که جمهوری اسلامی همچنین در زمینه هسته‌ای به دانشی خطرناک و غیر قابل برگشت دست یافته است. این نمایندگان تاکید کردند که هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است و ایران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دولت اسرائیل روز سه‌شنبه گفت میلیون‌ها دلار رمز ارز را ضبط کرده که برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده می‌شد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که دستور ضبط این ذخایر رمز ارز و انتقال آنها به صندوق‌های دولت اسرائیل را داده است. او گفت که برای ضبط این رمز ارزها عملیاتی گسترده طراحی و اجرا شد و چندین نهاد از جمله سازمان جاسوسی این کشور موساد، دفتر اطلاعات ارتش اسرائیل و پلیس در آن با یکدیگر همکاری کردند. اسرائیل قبلا هم مدعی شده بود که در عملیات ضد تروریستی رمز ارزهای متعلق به یک شاخه نظامی حماس در غزه را ضبط کرده بود. تعداد کشته شدگان حمله موشکی روسیه به کراماتورسک در شرق اوکراین که شامگاه سه‌شنبه صورت گرفت به 11 تن رسید. برونیکا باخال، سخنگوی اورژانس منطقه دونسک، با اشاره به اصابت موشک به رستوران شلوغ در کراماتورسک به تلویزیون اوکراین گفت که امدادگران تا کنون اجساد 11 تن را از زیر آوار بیرون آوردند. به افزود که 8 غیر نظامی هم زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند و 3 تن دیگر هنوز زیر آوار هستند. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کاملترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949 202 7288 949
202-72-88. خبرها را دنبال میکنیم. بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، سنگ‌نگاری سرباز ساسانی که در بریتانیا توقیف شده بود از این کشور به ایران بازگشته است. به گفته مقامات ایرانی، این اثر باستانی از جمله آثار سرقت شده اعلام شده بود که حدود 8 سال پیش در بریتانیا کشف و ضبط شد. قرار است که این اثر در موزه ملی ایران به نمایش در بیاید، اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این سنگ‌نگاره متعلق به دوره ساسانی است که در سال 1988 میلادی به امارات متحده عربی قاچاق شده بود و در سال 2006 از امارات خارج شد. زمان توقیف این اثر در بریتانیا سال 2016 اعلام شده است. با اینکه زمان دقیق خروج این اثر از ایران دقیقاً مشخص نیست، اما با توجه به تاریخ ورود آن به امارات که همزمان با جنگ ایران و عراق بوده، به باور منابع ایرانی گمان آن می‌رود که در دوران جنگ به خارج از ایران قاچاق شده باشد. اخیراً یکی از کاربران تیک تاک به نام جوردن هارت اسرار جالبی در مورد فست‌فودهای زنجیره‌ای بزرگ مانند مک‌دونالد منتشر کرده است. او در این ویدیوی وایرال شده دلیل طعم متمایز سیب زمینی ترک کرده مک‌دونالد را فاش کرد. البته این راز برای کسانی که از رژیم گیاهخواری یا وگان پیروی می‌کنند جالب نخواهد بود. به گفته هارت، سیب زمینی‌های سرخ شده مک‌دونالد با طعم دهنده های طبیعی گوشت گاو و روغن نباتی مزه‌دار شدن. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.